قبل از اینکه شروع کنیم خیلی خوبه که نوروز باستانی رو فرا رسیدن این بهار زیبا رو به شماهایی که اینجا حاضرین به هر کسی که داره میشنوه این پیامو ابراز کنم باشه که شالوم خداوند بر خانه های شما و افکار و روح و روانتون سایه بیفکنه. هر دفعه که بهار شروع میشه یاد این آیه میفتم تو دوم قرنتیان 5:17 میگه پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است، چیزهای گذشته در گذشت. اینک خداوند همه چیز رو تازه میکنه. این طبیعت یادآور اینه که خداوند همه چیز رو تازه میکنه. چقدر خوبه که در این روز خاص که شروع بهاری دوباره رو داریم تجربه میکنیم، همراه با تجربه کردن این خلقت تازه در طبیعت خدا، همینطور توجه خودمون رو نه فقط به این جهان آفرینش که دائما نیازمندی خلقت تازه است، بلکه توجه خودمون رو به این خلقت تازه خودمون یکم متمرکز کنیم، که این خلقت تازه از طریق صلیب و قیام عیسی مسیح ما تک تک ما تجربه کن، درسته؟ ولی نیازمند تازه شدن دوباره است. نیازمند اینه که فکرای ما تازه بشه، دلی تازه داشته باشیم، روحی تازه، رویایی تازه در خداوند. آمین. این تولد تازه، این تازگی در تولد تازه چی شد؟ شروع شد. ولی نیازمند تازگی های تازه است در تمامی ابعاد زندگی ما، به خصوص از در فکرهای ما، احساس ما، اراده ما. و باشه که در این ایام خجسته همجور که هیجان داریم آداب و سنن و فرهنگ و خوب برپا کنیم، جشن بگیریم، بلکه خداوند به وسیله روح قدوسش یک شور و حرارتی در قلبهای ما به وجود بیاره که بیاموزیم تازگی ها رو در عیسی مسیح که دائما میخواد برای ما به ارمغان بیاره. آمین. که ما نه فقط نیازمند تعالیم تازه هستیم، رویاهای تازه هستیم، نیازمند این هستیم که دائما بشنویم، بلکه عزیزان اینو میخوام خوب توجه کن، خودم تازه بهش رسیدم، بلکه ما نیازمند این هستیم چیزایی که شنیدیم، آموخته ایم قبلا، دوباره و دوباره در ما تازه بشه. آمین. با شنیدن دوبارش. من خودم سخت به این تعلیم نیاز دارم، خودم سخت به این تازه شدن ذهنم از طریق این پیام نیاز دارم. ذهن ما از آن رهبره، ذهن ما رهبر زندگی ماست، پیشرو تمامی اعمال ماست. عمل کردهایی که تو زندگی ما هست مستقیما از کجا نشأت میگیره؟ از افکار ما. اگه ذهنی منفی داشته باشی زندگی تو، رفتار تو، همه چی منفیه. اگه افکار خودتو طبق کلام خدا بازسازی کنی، تازه کنی، تازه میشه. تو رومیان چقدر زیبا آیه باب 12 آیه 2 میگه به تازگی ذهن خودت رفتار خودتو تبدیل کن، عمل کردهای خودتو تبدیل کن. خیلی از مشکلاتی که من شخصا، شماها، تک تکتون، مخصوصا تو این همین نشستایی که با هم داریم، قول فریبا جان، وقتی که باش روبرو میشم، این مشکلاتی که یه موقعها خیلی چی میگن، اینه موه دماغ، اینه یه چیزی دائم، نه یه چیزی که همینجور هی دائم تکرار میشه، میدونی ریشه داره، به قول هم فریبا جان از الگوهای فکری ما نشأت میگیره. باید بدونیم ذهن ما میدان مبارزه است. برای همین چقدر افکار تو با افکار خدا از طریق کلام خدا کوک میکنی، میزون میکنی. باید اینو خیلی خوب بدونی که شیطان اول شروع به بمباران کردن افکار ما میکنه. او از طریق افکار ما که میوه‌هاش چیه؟ شکایت کردن، سوء ظن، تردیدها، ترسها، نگرانیها، طرد شدگیها، بدبینیها، دلخوریها، نقشه شریرانه خودشو عزیزان آروم با احتیاط در زندگی ما اعمال میکنه. او میدونه،
چیزی که تو تلفن گفتم. میدونی چه چیزایی رو دوست داری عزیز جان، چه چیزایی ضعف توه، چه چیزایی ترس توه، از چه نقطه های تو آسیب پذیر هستی. خیلی خوب میدونه، اون وقت خیلی زیادی میذاره. یکی از خصوصیات عالی شیطان اینه که خیلی صبوره عزیزان، برعکس ما. جایی که فکر انسانه، انسان چیکار میکنه؟ متابعت میکنه فکراشو. شیطان و دار و دستاش براش مهم نیست تو بیا اینجا همجور بشینی رو صندلیا، خدمت کنی، هی بری کلیسا و بیای. براش مهم افکار توه. چون افکار تو رو تو دستش بگیره، زندگی تو رو، همه چیز تو رو در دستاش گرفته. ولی خبر خوشی که امروز دارم میخوام به تو بگم، امروز خدا میخواد به تو بگه اگه تو به مسیح عیسی در پیوند و وصل هستی، خدا در تیم توست. او خیلی عالی میتونه برنامه ریزی کنه برنامه های کامپیوتر مغز ما رو. اگه امروز تو در این مسیر تصمیم بگیری که با فکرهای خدا جلو بری، نه با ذهن خودت عزیزان، و اگه تصمیمم میگیری امروز این کلام رو حقیقتا تو زندگیت انجام بدی، اگه میبینی میوه ها رو نمیبینی، زود مایوس نشی. کامپیوتر چی کار میکنه؟ یه سطل آشغال داره دیگه، هی میریم اون رو روشن میکنیم، درسته؟ یه چیز نامه هایی که میاد، سطل آشغال یه جوری برنامه ریزی شده عزیزان که تا مدت اون فایل ها رو در تو خودش نگه میداره، یه چند روز نگه میداره، ولی بعدش چی میشه؟ کاملا پاک میشه. امروز خدا میخواد شروع کنه با همکاری خودت. امروز خدا میخواد دعوتت کنه تا کنترل افکارتو دست خدا بدی، نه دست شیطان. او از طریق این پیام آمین که میخواد برنامه ریزی مجدد روی افکارتو بکنه. آیا حاضری؟ آیا میخوای با او همکاری کنی؟ آمین. آیا میخوای خودتو تسلیم کنی؟ آیا در این تعلیم میخوای حاضری از این دنیای حواس پنجگانه یک کمی فاصله بگیری؟ عیسی مسیح خداوند تو دنیای حواس ما اومد، با خلقت تازه ما، با تولد کلیسا از یه تهاجم، یه حمله وسیع کرد به تمام اون حواس پنجگانه ما. و متاسفانه ما تو کلیسا هستیم. شهادتاتون امروز قشنگ متوجه شدم که همون چیزی که فکر کردم درسته، تو کلیساییم ولی دنیای حواس پنجگانه ما روی کلیسای ما، روی افکار ما حکومت میکنه. حواس پنجگانه ما، انسان طبیعی که ما هستیم، در این حواس پنجگانه زندگی میکنه. برای همین وقتی کلام ها یه ذره از این حواس پنجگانه فاصله میگیره، هممون اینجوری میمونیم. متوجه این؟ خداوند میخواد ما رو تو حواس پنجگانمون رو قوی کنه، بریم توی بعد روحانی دیگه و از فکرای ما شروع میکنه. باور میکنی؟ امروز سوالی که مطرحه، اسم این پیام اینه، آینده خود رو چجوری میبینی خانم جان، عزیز جان؟ این سوال خیلی ساده است اما در این حال خیلی عمیقه. حتما متوجه شده تو زندگی های ما عزیزان، چیزایی که ساده است خیلی قدرتمنده. قدرتمندترین چیزها ساده ترین چیزهاست. سوال اینه آینده خود رو چطور میبینی؟ هر کسی آینده داره، نیست؟ آینده چیه؟ چیزیه که هنوز پیش نیومده اما مقابل توست. آینده خودتو چطور میبینی؟ امثال 23 آیه 7 میگه زیرا آنچه که انسان در دل خود میاندیشد همان خواهد شد. تو همون هستی که در دل خود به اون میاندیشی. خیلی قدرتمنده عزیزم، میخوام خوب گوش کنی. این یعنی چی؟ تو با ذهنت فکر میکنی، نیست؟ تو با ذهنت فکر میکنی اما تو به صورت کلمات فکر نمیکنی، درسته؟ من و تو وقتی که فکر میکنیم یه کلامی رو میشنویم، اینجوری خلق شدیم، به صورت تصویر فکر میکنیم. شما چیزهایی رو میبینیم، شما به صورت تصاویر فکر میکنین، درسته یا نه؟ الان دارین هر کدومتون شهادت میدین، تصویرها میاد تو ذهنتون، فقط کلمات نیست. آمین داره یا نه؟ آمین. برای همینه که قصه ها، داستان ها انقدر قدرتمندن. چرا؟ چون قصه ها تصویر میسازن. ما میتونیم تصویرها رو به یاد بیاریم اما وقتی فقط کلمات صرف باشه چی میشه؟ فراموش میشه.
به همین دلیله که کلام خدا میگه انسان آنچه که در فکر خودش میاندیشه تصویر سازی میکنه همون خواهد شد. زندگی خودتو با چه مصالحی میسازی؟ چه تصویری، چه رویایی مصالح زندگی شخصی توه؟ چون با همون مصالحی که بسازی در همون مسیر تو جلو میری، زندگی تو ساخته میشه. چرا که زندگی من و تو همیشه در هدایت افکار ماست، تصویرهای ذهنی من جلو میره. برای همین خدا با کلامش به سوی ما میاد. کلام خدا چیه؟ وعده های خداست. وعده های خدا چیه؟ اندیشه های خدا برای ما، فکرهای خدا، تصویرهای خدا برای ما. عزیزان وقتی تو شروع میکنی کلام خدا رو، وعده های خدا رو، همچون که مریم جون گفت هفته پیش، گفت شروع میشه به عوض کردن نوع نگاه تو به چیزها. تصویرهای ذهن تو عوض میشه. اگه تو بتونی تصویرهای ذهنی تو مطابق با تصویر ذهنی خدا عوض کنی، زندگی تو عوض میشه، عمل کرده تو، رفتارهای تو عوض میشه. انقدر دوره یک کوه هزار بار نمیچرخی. سوال اینه آینده خود تو چطوری میبینی؟ آیا بد میبینی؟ آیا نوعی سختی و مبارزه میبینی؟ آیا به دنبال باد دویدن میبینی؟ آیا اینقدر میشنوم لعنته، لعنته تو زندگی من، شکست میبینی، لعنت میبینی، چی میبینی؟ همونی که میبینی درو میکنی. داستانی رو براتون تعریف کنم. مرد جوانی بود که تو جبهه جنگ تیر خورد، چند تا تیر خیلی بد خورد. هیچ کس فکر نمی کرد که این زنده بمونه. اونو بردن بیمارستان. در عرض چند هفته، عزیز حقیقت داره، بالای 50 کیلو وزن کم کرد. با دردهای خیلی وحشتناکی روبرو شد. منتظر مرگ بود. یعنی هر آن باید میمرد. فقط این مرد که مرد جوون بود، یک چیزو در آینده خودش میدید. مرگ. چون هیچ حیاتی در بدن خودش احساس نمیکرد. تا حالا درد کشیدی؟ تمام بدن درد میکنه. و این پسر چند جای بدنش تیر خورده، لاغر و استخوانی شده بود. دکترها هم گفتن هیچ امیدی نیست، این تیرهایی که به جاهای ناجور خورده و تو به زودی خواهی مرد. همینجور که روی تخت راست کشته بود، شروع کرد به فکر کردن. گفت من الان روی تخت راست کشتم و چیزی هم از زندگیم نمونده. فقط چون ایماندار بود یه دعایی کرد. انقدرم دعاگون و خسته بود که هیچ آیه‌ای به ذهنش نمی آمد. فقط دعا کرد. گفت ای خداوند، خواهش میکنم یه وعده، یه کلام فقط تو ذهن من بیار که ذهن من به جای این همه تاریکی و مرگ و لعنت و نیستی، اخیرا یه چیزی توش بیار. یه دفعه این کلام اومد تو ذهنش. تو تثنیه باب 11 آیه 26، امروز پیش روی تو حیات و موت رو گذاشتم، برکت و لعنت رو گذاشتم. پس عزیز جان حیات رو انتخاب کن تا زنده بمانی. عزیز جان چه فکر قدرتمندی. خدا میگه پیش روی تو گذاشتم. تو که الان رو صندلی نشستی، بعضیاتون یکمی دارین چرت میزنین، تو که داری گوش میدی با دقت، تو که در منزلت هستی، تو که داری در حال آشپزی شاید داری پیامو میشنوی، داری رانندگی میکنی پیامو میشنوی، خدا پیش روی تو چی گذاشته؟ لعنت و برکت رو گذاشته. ولی خدا میگه من دوست دارم تو حیات رو انتخاب کنی. آمی. حیات رو، تو برای تو و نسل تو برکت باشه. و این کاری بود که اون مرد جوان تصمیم گرفت که انجام بده. چرا خودمو در حال مرگ ببینم؟ چرا خودمو در حال زندگی نبینم؟ و شروع کرد که به آینده فکر کنه. فکرهای متفاوت، دردها بود، تجربیات بود، ولی میگفت خدا گفته حیات رو من برگزینم. و شروع کرد به دیدن روزی که میخواد ازدواج کنه. حتی شروع کرد نامزدشو که نامزدی انجام میده، جشن میگیره، بعد ازدواج میکنه. همینطور فکرهای عالی، شغل خوب میکنه، داره میدوه سر حال. و کم کم احساس کرد داره قوی میشه.
داره قوی میشه. حتی فکر من دوباره برمیگردم به کلیسا، خدمتم رو عالی تر انجام میدم. ای خدا من میدونم که برمیگردم. بعد از روزها، بعد از چند وقتی که گذشت، دکترها که اون رو دیدن اصلا شاخ در آوردن. دیدم به طور خیلی معجزه آسایی داره وزنش اضافه میشه. عزیزان، آن چی که آدمی در دل خودش بیاندیشه همان خواهد شد. این یک اصله، یک اصل خیلی مهمه عزیزان. خدایی که ما خدمتش میکنیم خدایی که رویا میبینه، تصویر بیننده است. در اون همه تاریکی و تهی بودن چی دید؟ نور و روشنایی. در اون همه خالی بودن، زمین تهی بود، چی دید؟ پری رو دید. اون خدایی که مردگان رو به زندگی دعوت میکنه، اون خدایی که ناموجودات رو به موجود میخوانه، به وجود میخوانه، آن خدایی که به مردی طوفان زده و ترسو و نالان مثل جدعون که اون زیرزمین خودش قایم کرد، گفت این مرد زورآور، این مرد جنگاور، این مرد دلاور، خدا با توست. اون خودش قایم کرد و اون میزد تو سر خودش، فقط خدا پیروزی ها رو در جدعون دید. آن خدایی که شمعون پتروس لرزان و بدبخت و که دائما میلرزید، فقط دهن بزرگی داشت که فقط حرف بزنه، فقط حرفای تو خالی، فقط اون محکم او رو دید، مثل صخره او رو دید. مریم بدنام و قدیسی، اون خدایی که وعده ها رو در ما میبینه عزیزان، اون پتانسیل قوی رو در ما میبینه. خدا امروز به تو میگه حیات رو انتخاب کن، برکت رو انتخاب کن. این دهن تو ببند از اینکه انقدر بگی من بدبخ، من ضعیفم. حتی دعاهای ما پر لعنته. ایماندارا دعا میکن من ضعیف، من اصلا نمیتونم، من اصلا نسلم پر بی‌برکتی و لعنته. شروع کن به فکر کردن فکرهای حیات، رحم، محبت، بخشش، قدوسیت. شروع کن به اندیشیدن، فکر کردن یک زندگی ایدئال در مسیح، زندگی که تو برای اون خلق شدی عزیز جان. میگه متبارک باد خداوند خدای ما که ما رو مبارک ساز با هر برکت روحانی در جاهای آسمانی، چون که ما رو پیش از بنیاد عالم در خودش انتخاب کرد که در محبت پاک و بی‌عیب باشیم. انتخاب کرد، تصویر داشت، دانه ها رو در ما میدید عزیزان. اون دید، پیش از بنیاد عالم دید، تمام شد. آمین. بیا امروز جنوب محمد دست بردار از این تصویرهای منفی. باور کن بیشتر این نشستا، بیشتر این چیزا دیوونه میشم. میگم آخه کی تا کی از این تصویرهای منفی ترد شده که دست برمیداری؟ یه واعظی هیچ وقت یادم نمیره که میگو کسی که به کلام وصل نیست، هر روز به این حیات و نور وصل نیست، هیچ خادمی اجازه نداره برای اون دعا کنه، چون خودش اصلا به کلام وصل نیست، فقط یه جان ماها رو میگیره. آنچه که در دل خودت به اون میاندیشی همون خواهی شد. هی صبح تا شب میگی من لعنت ضعیف بدبختم، بیا برای من دعا کن. این یکی از اصلای پرقدرته. این کلام شگفت انگیز خداست. ما میتونیم با تغییر نوع فکر کردنمون، نگرشمون، آیندهمون رو تبدیل کنیم. آینده تو چطور میبینی؟ نظر کلمات امروز فقط در حد کلمات باقی بمونه، اونا رو به تصویر درار. ازدواجت تو چطور میبینی؟ خالی از امید میبینی؟ پر از امید میبینی؟ شوهرتو، زنتو چجور میبینی؟ تغییر ناپذیر، تعلیم ناپذیر، تبدیل ناپذیر. من یه موقع های تو این قسمتو خیلی لغزش خوردم. همونطور که میبینی خواهد شد. بعد از سالها من دارم همش میگم نه نه، بارها دیدم تصویرهایی که تو ذهنم بوده چطور میوه های عالی برای منو برده. خدایا میخوام قول بدم چون تو گفتی حقیقت رو بشناسی، حقیقت تو رو آزاد میکنه. حقیقت فکرای خداست، وعده های خداست، نه اینکه زن من، شوهر من تبدیل ناپذیر، تغییر ناپذیره. زمانی که شروع میکنی برای مردت، برای زنت شروع میکنی به دعا کردن، خوبی و برکت رو روی اون اعلام کردن، ببینی تصویرها رو، ببینی اون چیزی رو که نمیبینی در شوهرت، ببینی تو زنت، ببینی خدا از طریق دعای تو، تصویرهایی که میسازی مثل یک کانال استفاده میکنه، قدرتشو در زن تو، شوهر تو، خانواده تو به حرکت میاره. یک شبه عوض نمیشه عزیز جان. اما تو اجازه نداری به یه آینده منفی این بختک بچسبی.
گذشته و تجربیات سخت تو اینقدر زمان حال نیار، اینقدر آه برای خودت نکش. به جای اون شروع کن با افکار خدا دیدن، فکرایی که من برای تو دارم فکرای سلامتیه، تصوراتی که من برای تو دارم تصورات سلامتیه، نبدی. چرا؟ برای اینکه تو رو در آینده امید ببخشم، سلامتی ببخشم، آرامی ببخشم. بعضی از آدما فکر میکنن فکرای خدا براشون بدیه، خدا با اونو لجه، با اونو چپ افتاده، عصبانیه، فلانی رو بیشتر دوست داره چون دوتا پاگون گشته روشونه، خدا من رو تنبیه میخواد بکنه به خاطر اینکه فلان روز فلان کار رو کردم. اینا دروغه، اینا بوی جهنم، بوی تعفنش جهنم رو میده عزیزان. فکرهای خدا، تصویرهای خدا برای تو امیده، نیکوییه، عالیه. خوب گوش کن اینو، یه موضوع قدرتمنده در مورد خدا، در مورد خدا یه موضوع قدرتمندی وجود داره و اینه که خدا به شرایط تو وابسته نیست. تو میتونی در شرایط خیلی بدی باشی، در بدترین شرایط باشی، دلت هم شاید گاهی غمگین باشه، تو یه مبارزات روحانی باشی، همین ماها من بودم، ولی بزرگترین شادی در قلبت باشه، چون خدا عوض میکنه، خدا همه چیزو به نفع تصویرها و فکرهای خودش عوض میکنه. تو میتونی در بدترین شرایط باشی ولی پر از رحم باشی، پر از ایمان باشی، پر از امید باشی، مثل اون پسری که در بیمارستان بود. عزیزان در کتاب مقدس 7000 وعده وجود داره، 7000 وعده شگفت انگیز. وعده های سر خرمن نیست، اینجور که به ما میدادن وعده های سر خرمن نیست. وعده های او چنان پر از فراوانیه که اگه ما بفهمیم هیچ چاره ای نداریم در سخت‌ترین شرایط که فقط شادی کنیم و خدا متعهده به وعده هایی که داده عمل کنه و عهد او با ما عهد حیات و سلامتیه. تقریبا 20 سال پیش خدا اینو به من داد، همینجا آویزونش شدم تو اشعیا 54 ده. این عهد سلامتی و حیات با تو نسرین متحرک نخواهد شد. خداوند که بر تو رحمت میکنه، خداوند که بر تو شفقت داره این رو میگه. 7000 وعده از هر روز یه دونه شو، یه دونه شو به خودت رحم کنی، ورداری 6 سال تو در فراوانی زندگی میکنی، فراوانی کائنات، نه حواس پنجگانه تو، اون حواس پنجگانه روحانی که خدا ما رو برای این فرا خوان برد بالا در جاهای آسمانی، آن خدای رویا بیننده که ما رو شبیه اون تصویرهای ذهنی پاک خودش که پر از رحمت، پر از قدوسیت ساخت، تا چی بشه؟ تا از فسادی که از فکرهای جسمانی آزاد شیم. اینو کجا میگه؟ تو دوم پتروس آیه باب 1:7 خودتون بریم بخونید. فقط به اونا نگاه نکن، خواهش میکنم بچسب به این افکار، بذار فکرای تو بشه. فقط نگو موافقم، کلام خدا واقعا کلام خوبیه، واقعا الهام خداست. این موقع فقط ما میگیم خوبه، توافق، توافق تو رو نمیخوایم. بذار فکرای خدا فکرای تو باشه، اونها رو ببین. دیدن یعنی چی؟ یعنی ایمان. قبل از اینکه بگیری تو دستت با حواس پنجگانت ببینی یعنی ایمان. متوجهی؟ چشمان خود رو برافراز، میگه برخیز، درخشان شو، ببین، ببین چشمای خودت رو برافراز، ببین که خداوند همه چی رو میخواد عوض کنه. تثنیه باب 32:2 چقدر زیباست، میگه افکار خدا مثل بارانه از طریق کلامش که از آسمان میباره، زمین دلهای ما رو آبیاری میکنه، حاصل خیز میکنه، زندگی ما رو عزیزان تو مسیر درست هدایت میکنه، پرثمر میکنه. چرا؟ چون اون مثل صخره است، اعمال او کامله عزیزان. از ظلم این خدا مبراست، میگه ای قوم احمق، ای قوم غیر حکیم، آیا او پدر تو نیست؟ آیا او مالک تو نیست؟ پس فکرای او رو دریافت کن. سوال اینه، آینده خودتو چطور میبینی؟ زندگی خودتو با چه تصویری هدایت میکنی؟ عزیزان رسالت مسیح چی بود؟ که چشم من و تو رو باز کنه از اون کوری، چشم من و تو رو به بینش حقیقت باز کنه، چون یه قدرت رو تا بتونی یه قدرت رو ببینی، اینقدر شر رو نبینی،
ما ایمان داریم، فقط من میبینم خیلی شر رو بیشتر میبینن. میگه ای تو که خوابیده بیدار شو، میخواست ما رو بیدار کنه. برخیز، برخیز و درخشان شو، چون که نور تو اومده، جلال خدا بر تو تابان شده. بعد میگه چقدر زیباست، میگه چشمای خود تو برافراز، نگاه کن همش تو کلام میگه ببین، هر جا میگه ببین، نه اینکه این چشمای اینجوری، این چشمای بصیرت تو در نام عیسی مسیح باز شه. اگه چشمای بصیرت تو باز شه، تمامی زندگی تو روشن میشه. وعده های خدا رو متمرکز شو. موضوع سر من و تو نیست عزیزم، موضوع سر خداونده. مهم نیست که من کی هستم، چه تجربه ای تو الان میکنم، موضوع سر من و تو نیست. خانواده من زیر لعنته، اجداد من این بود اون بود، صبح تا شب فقط اینا رو قربال میکنیم، به خورده اینو اونم میدیم، اینو اونم آلوده میکنیم با این افکارمون. موضوع سر این نیست، موضوع سر اینه که خدا کی هست. آمین. اگه چشم تو فاسده، تو فقط لعنت رو میبینی، ضعف رو میبینی، صبح تا شب دلخور میشی، هی از این اون، تمام جسد تو تاریکه، عیسی مسیح میگه تو فقط شرایط منفی رو میبینی، تو فقط شرایط مخالف رو در ذهن خودت نقش میبندی، دشمن رو در خودت میپرورونی. عیسی میگه دشمن هر شخص اهل خانه اوست. تو میکا میگه دوباره باب هر، میگه دشمن هر شخص اهل خانه اوست. این دشمن کیه؟ تردیدها، ترسها، انتقادها، نفرتها، اون تصویرهای منفی، دلخوریها، اون ترد شدگیها، اینا دشمنه خطرناک. چرا به من زنگ نزد؟ چرا جواب همون نداد؟ مشکل اونه، مشکل تو نیست، اون بی تربیتی که جواب تو رو نداد. چرا تو خودتو میداری میکشی؟ متوجه ای؟ این دشمن خانه توست، ذهن توست که نمیذاره پادشاه جلال داخل شه. این پادشاه جلال که میگه این دروازه ها، این درهای برنجی بشکنین در نام عیسی مسیح. این دروازه ها و درها چیه؟ اینایی که سالها زنگ زده شده تو ذهن ما، دائم چیزای منفی رو، منی بدبخت، منی بیچاره، فقط دلسوزی اینو اونو جلب کنیم. اینا بشکنه، این درهای ابدی که از نسلهای ما به ما رسیده وقتشه بشکنه، تا پادشاه جلال در این سال نو توی زندگی های ما وارد شه، تا آزاد شیم از این همه بستگی ها. چی میبینی؟ آینده خودتو چطوری میبینی؟ سوال اینه، آینده خود تو چطور میبینی؟ وقتی ارمیا باب یک رو میخونی، یه پسر بچه بود ارمیا، عزیزم پسر بچه بود، کلام خدا و ارمیا نازل شد، نگو به بچه بی کفایت و بدبخت خاک تو سرت، یعنی کسایی که تو قدیم همی زدن، ای بی تجربه، تو که هیچ وقت آدم نمیشی، هنو بچه 20 سال باید طول بکشه. گفت ارمیا چی میبینی؟ همه سر دیدنه. ایمان یعنی چشم، ایماندار بودن یعنی دیدن. تو درست نمیبینی، در کوزه آبشو بخور بذار کنار. چی میبینی؟ ارمیام چشمای دلش باز شد، شاخه ای از درخت بادام میبینم. خداوند بهش گفت نیکو دیدی، مثل من دیدی. آرزوهای خودشو ندیده بود ها، تلقینایی که به دیگران به خوردش میدن، منظورم این نیست، فکرای خدا رو دید. برای همین خدا گفت نیکو دیدی، آفرین، من بر کلام خودم دیدبانی میکنم تا او رو به انجام نرسونم، تو رو ول نمیکنم. عزیزم همه چیز خشک بود اون زمان، بی حاصل بود. یهودا تو دوران سیاسی وحشتناکی بود، قاطی بود، از نظر اخلاقی روحانی همه چیز هرج و مرج بود. بابل اومده بود حمله کرده بود، مصر از یه طرف، آشور از یک طرف، بت پرستی، بی‌عدالتی اجتماعی اونجا قوقا میکرد. اما همه بگین اما، ارمیا در روح شکوفه ها رو دید. یکی اینجا خالیشه که انقدر زرنگه که بفهمی چی دارم میگم. بعضی از شما شاید در طولانی ترین زمستون هستید. وقتی تو زمستون هستی خیلی سخته که شکوفه رو ببینی توی زندگی، اما خیلی نادونی که باید صبر کنی تا بهار بشه شکوفه رو ببینی. اگه هنوز تو زمستون زندگیت نمیتونی شکوفه ها رو ببینی، تو چی میبینی؟
امروز چی میبینی؟ شروع نکن وایسی که بهار بشه، هنر نمی کنی که بهار شد شکوفا رو ببینی اون وقت بگه ها بهار اومد جانم. رویای الهی که خداوند به ارمیا داده بود عزیزان، چی میبینی؟ خدا برای من و تو رویایی داره. ما خدایی رو خدمت میکنیم که نیستی ها رو به هستی فراخوان، ناموجودات رو به وجود میخونه در عیسی مسیح. مهم نیست که الان در چه موقعیتی هستی، اینقدر چیزای قدیم و غربال نکن، رویای الهی رو به جا بیار، به دست بیار. جایی که رویا نیست میگه قوم چی میشه؟ گردن کش میشه. یعنی چی؟ هیچ تصوری نداره، هیچ هدفی نداره، توی تنگ دستی بدبخت، توی محدودیته، کاری نداره به جز اینکه گیر بده به دلخوریا. اون به من هیچی نگفت، اون به سلام من جواب نداد، اون من دلخور کرد، چون رویا نداره. این شخص پر از عصیان، پر از محدودیت، چیزی نداره که بهش بچسبه. بعد از مدتی چی میشه؟ آکنده از خشم، نفرت، حسادت. عزیزان از قدیم به ما خیلی چیزای اشتباه گفتن، گفتن چیزی رو ایمان بیار که با چشم خودت میبینی. به خاطر همین بود که ما تو دنیای زندگی میکنم که همه چیزی تصادفی به دست میاد. شانسی اگه امروز تو کلیسا متوجه نشیم، تمام حواس پنجگانه جسمانی رو کلیسا حکومت میکنه، داره میکنه عزیزان. برای همین ما کلام‌های قامزی که یکم میریم توی حیطه روحانی اصلا نمیفهمیم، هر جور مات مات نگاه میکنیم. کلام خدا میگه انقدر لعنتات نمیگه بگو از مشکلاتت بگو که من به ترحم کنم، اینا رو نمیگه. کلام خدا میگه اون تصویری که من به تو دادم، اون وعده‌ای که من به تو دادم رو اون دیدبانی میکنم و او رو انجام میدم. امروز بیا محض رضای خدا به خودت رحم کن. در هر وضعیتی که هستی شکوفاها رو در زندگیت ببین، در بیماری‌ها شفا رو ببین، در ضعف و کمبودها قوت خدا رو ببین. وقتی پاس منتظر پاسی پاس نداری، خونه رو ببین، خونه پر پاس فرادر، برو پاس خدا بهت داده، خونه هم بهت داده. یه موقع من دعا برای افراد میکنم برای اینکه انگاره منفیشو خراب کنم، میگم من خونه حضرت سلیمونو خدا به تو میده. نه خیلی منظورم اینه هرچی که نیاز داری، من برای من خونه حضرت سلیمون خونه یه که هرچی که نیاز دارم اندازه کفافم هست. بدبخت انقدر نیستم که به این اون نیاز داشته باشم. آینده خودتو چطور میبینی عزیزان؟ اون زمینی که میبینی، اون آیندهی که میبینی به تو و ذریت تو خواهم بخشید و زندگی تو در اون مسیر حرکت میکنه. حیات میبینی یا مرگ؟ لعنت میبینی یا برکت؟ بیا امروز محض رضای خدا مثل نو هر روز توی اون آفتاب که اصلا بارون رو تجربه نکرده بودن، بیچارا نمیدونستن بارون چیه، تو آفتاب خوشسالی زندگی بارون رو ببین. نه فقط بارون رو ببین، بلکه ابلاغش کن. 120 سال خدا به اون وعده داد و به نوح هر روز بارون رو اعلام میکرد، ابلاغ میکرد، ولی قومی که نگاه میکردن با چشماشون نمیدیدن، در اون بارانی که نوح دید غرق شدن، نیست شدن. عزیزان نوح با چشمای دلش تو آفتاب بارون رو میدید. قوم که ادعا میکردن میبینن نوح و زنش خلوچلن، تو همون چیزی که نوح دید غرق شدن، مردن. تمام اون زمینی که میبینی به تو میدم. فقط من یه پرانتز باز کنم عزیزان، من منظورم آرزوهای شخصی نیست، حتی آرزوهای الهی رو خودمون بردیم، تلقین درمانی نیست، کارگاه‌هایی که انجام میدن افرادی که تو همین آلمان رو میان جیب حتی ایمانداران رو خالی میکنن نیست؟ حتی ایماندارا که باید به جایی که به کلام و وعده های خدا وصلن، از کمترین کمک به کلیسا کار خدا دریغ میکنن، میرن پولای هنگفتشون رو تو این کارگاه ها میدن برای اینکه یکم تلقین بشه، دروغ ها رو به خوردشون بدن. منظور من این نیست عزیزان، منظورم اینه که خودتو با فکرای خدا، با رویاهای خدا یک کنی. میگی مگه میشه؟
نه برای من که نمیشه، فکر نمی کنم. شاید چند سال دیگه، شاید خیلی طول بکشه. تو یوحنا الان یادم افتاد باب 4 نیست، افراد میگن نه قربونت برم خدا جان 4 ماه دیگه طول میکشه. عیسی میگه چشماتو بردار، نگاه کن، نگاه کن این نادون، مزرعه های زندگی تو ببین که داره سفید میشه. بیا امروز حقیقت امور رو از دیده های خدا نگاه کن، از ذهن خدا نگاه کن. تو یوئیل آیه خیلی قشنگه، میگه سالهایی که ملخهای دونده، جهنده، جونده خوردن، عزیز جان به تو باز میگردونم. این ملخهای دونده، جهنده، خورنده چیا هستن؟ تمام این ترس ها، نفرت ها، عادت های کهنه، ایمان داریم یه هفته ما رو شیطون میبره تو زیر زمین به خاطر افکار مسموممون که تونسته اونجا یه کارگاه را بندازه توی زندگی ما، توی افکار ما، حسرت‌های ما. عزیزان روح ما رو میجبه، میخوره، میدوان تا این روح خدا رو که یکم هم گرفتیم از بین ببرن، به یغما ببرن. تمام این تصویرهای منفی عزیزان که مثل جهنده و دونده میدوه که زندگی ما رو به یغما ببره، و امروز خدا به تو میگه بر دیدبانگاه رفیع خوده بیس، این یه زن قهرمان اونجا بیس. تمام اون چیزایی که لشکر بیگانگان از تو خوردن، تو یوئیل میگه به تو باز میگردانم اگه تو سهم خودتو انجام بدی، اگه در خدا در موضع قدرت بیستی، چون فکرهای خدا برای تو فکرهای سعادت، سلامتی، برکت، و امروز خدا میخواد به تو بده. امروز خدا میخواد تصویرهای تو رو پاک کنه، اون تصویرهای منفی رو، تا قدوسیت و رحمت و برکات خدا پرشی. آماده ای؟ وقتی عیسی مسیح به این جهان اومد چی گفت؟ گفتش که بر زمین سلامتی باد، در میان مردم رضامندی. و خدا از طریق فکرهای خودش که کلام خودشه، وعده های خودشه، کلام پر از حیات و نور خودشه، میخواد هرچی جهنده است، دونده است، خورنده است چیکار کنه؟ خونسا کنه، تو رو مجهز کنه. باور میکنی؟ چشمای خود تو چند لحظه ببند اگه این کلام با قلب تو حرف زده. ای خدای عالی، ای روح قدوس الهی، الان نوبت توست، الان نوبت توست که از میان این افراد عبور کنی خداوند. افرادی که نمیدونم اصلا کلامو چجوری برداشتن، آیا متوجه شدن، آیا افکارشون دوباره تو چیزهای منفی رژه میرفت. خداوندا فقط تو میدانی، خداوندا تو میدانی. یا افرادی هستن که واقعا با تشنگی گفتم میخوایم، واقعا میخوایم این فکرهای سلامتی رو داشته باشیم دیگه، بسه که از بس به انگاره های منفی، عادت های منفی که پدران و نسل های معیوب ما به ما رسیده بچسبیم. امروز خداوند میخوام با تمامی دل خود به تو توکل کنیم، میخوام در مسیر و راه های تو قدم بذاریم، میخوام تو رو بشناسیم ای خداوند از طریق کلام تو، از طریق ملاقات با تو. چون اگه تو رو نشناسیم، اگه تو رو با ملاقات شخصی نداشته باشیم، چطور فکرهای تو رو بشناسیم؟ خداوند دعا میکنم که امروز که روز اول ساله، یک تصمیم نو بتونیم بگیریم، یک عهد تازه برای یک هدفی تازه در تو خداوند. چون میدونم این حقیقت محضه و دشمن خیلی خوب میدونه که اگه افکار ما رو بدونه بگیره، اگه فکرهای ما رو از کلام و وعده و خزائن عالی تو دور کنه، میتونه تمامیت ما رو در تصرف خودش داشته باشه. خدایا دعا میکنم که امروز با قدرت روح خدا تمام اون تصویرهای لعنت، مرگ، نیستی، فکرهای دلخوری، آزردگی که دائما این بختک به ما، اینو خرچنگ ها تو ذهن ما میچسبه که ما رو روزها و روزها حیات تو، از برکت تو، سلامتی تو محروم میکنه. این رئیس این دنیا، رئیس این جهان که ما رو بازیچه خودش قرار داده و ما هم با نادونی این مترسک تو دستای او زندگی میکنیم. خدا و امروز میخوام خودمون رو زیر تسلط رئیس حیات و برکت که عیسی مسیح قرار بدیم.
آمین. امروز میخوام به وسیله کلام تو و روح قدوس تو وسشیم به کلام تو، وعده های بی نهایت گرانبهای تو که ما رو شریک طبیعت الهی تو میکنه، آمین. که ما رو از این همه فسادی که تو این دنیاست، فکرهای مخربی که تو این دنیاست، تمام ظلمت هایی که دنیا رو داره غرق میکنه میخواد به ما بچسبه. خدا تو در کلامت میگی دنیا رو داره ظلمت میپوشونه، هر روز بیشتر داره دنیا در ظلمت و فکرهای شرارت غرق میشه، اما تو میخوای در این روزها بر کلیسای تو طلوع کنی، بر کلیسای تو به وسیله کلام نور و حیاتت نور ببخشی، تا تک تک ما که خوابیدیم مردیم برخیزیم و درخشان شیم و بفهمیم که نور حیات، نور حقیقت میتونه ما رو زنده کنه، میتونه آینده ما رو، میتونه خدا و زندگی های ما رو اونجایی که خرابیه، اونجایی که ضعف مرمت رو احیا کنه، میتونه این کلام حیات و نور، این وعده های تو برای اون استخوان هایی که پوسیده است، مرده است توی زندگی ما، خدا و زنده کنه، حیات بده. میتونه در زمستان هایی که سالهای سال تجربه کردیم شکوفه ها و میوه ها رو به ارمغان بیاره. خدا من دعا میکنم که با فکرهای تو یک شیم، پوری تو پرشی، که دیگه انقدر که کف بغلمون رد میشه پر از ترد شدگی و خدا من زخم و زیلی نشیم. ای خداوند، ای خدای عالی، دعا میکنم و من و مایان رحم کنی و فیض ببخشی که در قلبهای ما اشتیاقی روشن شه. خدا من در اون قلبهایی که گاهی میبینم مثل شعله نیمه سوز داره خاموش میشه، دم هستی بخش تو بدمه و روشن کنه با یه اشتیاق سیری ناپذیر که در این روزها تو رو بشناسیم، تو رو ملاقات کنیم، با کلام تو وعده های تو یکشیم، تا در این پرستشی در روح و راستی. مگه میشه کسی در پرستشی در روح و راستی باشه فقط این ایماندار شکست خورده باشه؟ در اون جاهای آسمانی در پرستشی در روح و راستی هم فکر با فکرای تو، طبیعت الهی تو زندگی کنی و حیات و نور رو به این دنیایی که داره به یخما برده میشه در ظلمت و موت به ارمغان بیاریم، چون که در نام قدوس عیسی مسیح خداوند دعا میکنیم. آمین. 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 آمین.